سلام دوستان، حالتون چطوره؟ خوش اومدید به ویدیو دیگه. شانستم و توی این ویدیو قراره که با هم دیگه موزیک پدال از پارسالیف رو یاد بگیریم. خیلی ممنون از حمایت بی‌نظیرتون. اگه این کانال رو دوست دارید، اگه این ویدیو رو دوست دارید، حتما من سابسکرایب کنید و لایک کنید و برام کامنت بذارید، نظر بدید و زیر همین ویدیو برام بنویسید که چه موزیکی دوست دارید که براتون آموزش رو ضبط کنم. تبلیغات میتونید از توی کانال تلگرام هم که هم توی بنر و هم توی دیسکریپشن هست اونجا نگاه کنید و داشته باشید. من آیدی اینستاگرام میذارم پایین، اگه لطف کنید اونجا من رو دنبال کنید خیلی ممنونتون میشم. اونجا هم هزار تایی بشیم یه کاری خیلی خفنی قرار انجام بدیم و همینطور اونجا هم راجع به همین ویدیو یوتیوب هم یه ویدیو یه دقیقه میذارم که میتونید سر هم ببینید که چه اتفاقی میفته و نحوه عوض کردن آپورت ها کی و کجای آهنگ اونجا متوجه میشید. چون من خیلی تست کردم توی یوتیوب، اگه بخوام آهنگا رو به صورت کامل بزنم و بخونم کپی رایت میخورم و کلا ویدیو از بین میره. مجبور میشم که یه تیکشو پاک کنم. خیلی این برام پیش اومده تو موزیکای قبلی که آموزش گذاشتم، پس میتونید توی اینستاگرام اونجا ببینید و همینطور میتونید تو قسمت دایرکت اگه مشکلی راجع به خود گیتار، راجع به یادگیری آکوردها یا هر چیز دیگه باشه، تو جایی که بتونم براتون رفعش کار میکنم. خیلی ممنون، بریم سراغ ویدیو. خب دوستان عزیز، من سعی میکنم توی این ویدیو دوتا روش آرپژ و پرکاشن و ریتم و آکورد رو بهتون آموزش بدم. بغیر از اینترو کاملا جداگونه است. شما میتونید هر کدوم این سه روش رو یاد بگیرید یا میتونید همه سه روش رو یاد بگیرید و به صورت تلفیقی توی آهنگ استفاده کنید. کاملا سلیقه‌ای و دست خودتونه. آکوردهای این آهنگ به این شکله. اولین آکورد ما آکورد فادیز مینوره. آکورد فادیز مینور هم فرد 9 میتونید داشته باشیم و هم فرد 2. و به خاطر اینکه ما این آرپژ رو داریم و اینکه صدای اصلی خود موزیکو بده، ما آکورد فرد 9 رو انتخاب میکنیم. پس فادیز مینور فرد 9 تشکیل شده از انگشت یک باره فرد 9، انگشت 2 فرد 10، سیم 2 و انگشت 3 فرد 11، سیم 4 و انگشت 3 فرد 11، سیم 3. و آکورد بعدی ما آکورد می ماژوره. آکورد می ماژور رو که ما هم تو سردسته میتونیم بگیریم و هم رو فرد 7، ولی خب باز برای اینکه تکمیل باشه تنظیممون، ما فرد 7 رو انتخاب میکنیم و تشکیل شده از باره انگشت یک رو فرد 7 و شما میتونید یه باره 3 سیمه اینجا بگیرید و سیمای 4 3 2 رو درگیر کنید با انگشت 3 تون و یا میتونید به این شکل بگیرید. که راجع به این آکوردها و نحوه گرفتن و حتی پیدا کردن آکوردها هم من براتون ویدیو ضبط کردم که لینکش این بالا میذارم، براتون میتونید اینجا مشاهده کنید چی شد. خب آکورد آخر ما آکورد ر ماژوره. رماجورو که ما هم سر دسته میتونیم بگیریم و هم روی فرد 5. این که روی فرد 5 بگیریم و یا روی فرد 10، باز میگم کاملا سلیقه‌ایه و خودتون میتونید تصمیم بگیرید که روی کدوم فرد بگیرید این سیم و این آکورد ها رو. و اینکه خب من برای این تنظیم فرد 11 رو انتخاب کردم چون نزدیکتره. شما میتونید از فرد 5 هم استفاده کنید. و بعد از این آکورد رماجور ما دوباره برمیگردیم روی آکورد می ماژورم. حالا اینترو آهن به چه شکله براتون اول میزنم. خب شاید بگید که خب این خیلی سخته و انگوشا خیلی باز بشه، ولی اینطوری نیست. من توی اینترو بهتون میدم چه تریکایی میتونید استفاده کنید. اینترو به این شکل شروع میشه، از آکورد فادیز مینور شروع میشه، سیم 5 و 2 با هم زده میشه و بعد انگشت 6 میاد روی سیم 4 و تو همون پوزیشن ضربه میزنه و انگشت 4 ما بلند میشه و میاد روی فرد 12 سیم 4. پس میشه و بعد سیم 2 زده میشه. آکورد فادیز مینور ما تمام میشه، میریم روی آکورد می ماژور. دوباره سیم 5 و 2 با هم زده میشه و بعد دوباره انگشتم میاد سیم 4 رو میزنه.
اینجا انگشت کوچیک ما یا همون انگشت چهار ما میاد روی فرد 11 و بعد دوباره سیم دو زده میشه. پس میشه شاید این حرکت براتون سخت باشه، شما میتونید اینو حذف کنید کلن و به این شکل بزنید. هیچ محدودیتی وجود نداره واقعا، شما هر جور که بخواید میتونید موزیکو بزنید، منتها باید فقط هارمونی و وزنش رو حفظ کنید دیگه. شما اگه این براتون سخته میتونید به این شکل بزنید، یعنی 5-2-4-3-2 و بعد میریم روی آکورد ر ماژورمون و اینجا سیم 6 و سیم 3 زده میشه با هم و بعد سیم 4-3-2 پس و بعد دوباره برمیگردیم روی آکورد می ماژورمون و این بار انگشت کوچیکه ما فرد 10 رو درگیر میکنه روی سیم 2 و به این شکل. این بار 5-2 زده میشه با هم ولی انگشت کوچیکمون روی فرد 10 و بعد انگشت کوچیکمون برداشته میشه، اما انگشت 4 مون دیگه فرق نمیکنه چی میگیم و دوباره زده میشه بس میشه و بعد انگشت 4 مون مثلا قاطی کرد و بعد انگشت 4 مون میره روی فرد 11 سیم 3 زده میشه و بعد برداشته میشه و دوباره سیم 3 زده میشه پس میشه. باز میگید این سخته، این نمیتونیم انجام بدیم، میتونید به این شکل انجام بدید. یه لازم نیست کلش رو باره بگیرید، به این شکل. خب پس شد میشه اینترومون. حالا بریم سراغ این که اینترو تمام شد میخوای شروع کنید به زدن و خوندن. شما میتونید اول با این روش اول اون که ریتم شروع کنید و بزنید و تا آخرش هم با همین ریتم برید. آکوردام که مشخصه ریتمون به این شکله. چجوری ریتممون؟ ضربه اول رو به پایین، ضربه دوم رو به بالا رو سیمای تریپ، ضربه سوم آپوگادوه. پس تا اینجا 1-2 بالا، ضربه چهارم، ضربه پنجم دوباره رو به پایین و ضربه ششم دوباره رو به بالا. شکلش هم این پایین هست میتونید ببینید. پس شد 1-2 مکسش رو یاد بگیرید که ضربه اول وقتی زده میشه ما یه مکسی داریم و بعد ضربه بالا و خفه سرعتش بیشتره به این شکل. پس شو آهسته میزنم براتون. آکورد دو بار میزنید این ریتم رو و بعد آکورد رو عوض میکنید. پس خب این ریتم ما بود، میتونید با ریتم شروع کنید به زدن و بخونید اینو. روش دوم و روش پرکاشن و آرپژه به این شکل میشه. پرکاشن ما چه شکلیه؟ به این شکل. ضربه اول ما 5-2 یادتونه تو هم آرپژو همون زده میشه منتها با این کیکمون که این قسمت دست میخوره به اینجا گیتار. ضربه اول همزمان با کیک
و بعد سیم سه زده میشه بس. و بعد اینجا باید ما سیما رو خفه کنیم به این شکل. شست ما ضربه میزنیم رو سیمای باز باعث میشه خفه بشه بس. سیم چهار سه دو و بعد میتونیم به جای سیم دوی که میخواییم بزنیم ما از ضربه شست استفاده کنیم دوباره به این شکل میشه و بعد میایم روی آکورد بعدیمون دوباره سیم سه دوباره اینجا فقط عوض میشه میشه سیم شیش و سیم سه دوباره خب امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه و دوست داشته باشیدش بزنید و لذت ببرید و اینکه همینطور من دو تا ویدیو اینجا بهتون پیشنهاد میدم راجع به آموزش دو تا از آهنگای دیگه است اونا رو حتما نگاه کنید پلی لیست رو حتما چک کنید خیلی ممنون که منو تماشا میکنید تا ویدیو بعدی خدا نگهدارتون